سلام برگ 93 خوش آمدید. بررسی بس روی ائتلاف ها و بمبست رسیدن این بس ها و چقدر میتونه که با توجه به بافتی که تیم های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری داره دوام پیدا بکنه. نیویورک تایمز در مورد متهم بودن بعضی از کاندیده ها و یا هم معاونینش به جنایت جنگی ابراز نگرانی کرده. به همین موضوعات امشب ما امین بابک به حضور آقایان اجمل بلوچزاده عضو ستاد انتخاباتی، دکتر ظلمه رسول، آقای فهیم کدامانی عضو ستاد انتخاباتی، عبدالرب رسول سیاف، آقای عزیز رویش عضو ستاد انتخاباتی، دکتر اشرف غنی احمدزاده بحث میکنیم. بسیار خوش آمدید آقایان. آقای رویش، خب نیویورک تایمز در مورد تیم شما هم ابراز نگرانی کرده بود و در خصوص حضور آقای جنرال دوستم به عنوان معاون نخست و در مورد از هم پاشیدن تیم شما هم بحث های وجود داره که گویا آقای جنرال دوستم واقعا از تیمتون جدا میشه. آیا واقعا چنین است؟ ببینید، ائتلاف در حول اهداف مشخص سیاسی صورت میگیره. ما حالا فعلا مهمترین هدف را که در افغانستان داریم تامین ثبات سیاسی و مشارکت ملی هست. فکر میکنم که یکی از عواملی بوده که بسیاری از تکت های انتخاباتی را در افغانستان شکل بخشیده و آنانی که بیشتر به ایجاد یک مدیریت قدرتمند و مدیریت مؤثر در افغانستان میاندیشن، اصل ثبات سیاسی را به عنوان محوری ترین خاص خود توجه میکنن. آنچه را که ما در تکت انتخاباتی خود داریم در اساس ناظر بر همین هدف هست. ما چگونه میتونیم چتر حکومت خود بر تمام افغانستان بگسترانیم تا هر شهروند افغانستان احساس بکند که در ظل حاکمیت قانون به سر میبره و حکومت با شقه بندی های مشخص و معین یک بخش از جامعه را با حذف یا طرد مواجه نمیسازد. آنچه را که در مورد گزارش نیویورک تایمز شما بیان میکنین، اینا بخش از تبلیغات سیاسی هست که گاه ناگاهی در افغانستان یا بیرون از افغانستان همیشه براه میفتد. آنچه که برای ما مهم است در افغانستان، یعنی فکر میکنید که این تنها در حد تبلیغات است؟ بله، ببینید، آنچه که برای ما مهم هست به خاطر که تکت های انتخاباتی از مراجع مختلف قانونی که در افغانستان هستن صلاحیت ورود خود در عرصه کارزارهای انتخاباتی به دست آوردن و هیچ کدام از این کاندیداها نبودن که یعنی از طریق مراجع مشخص عدلی و قضایی که در افغانستان هستن اینا مورد بررسی قرار نگرفتن. بنابراین بر ما آنچه که مهم هست مشروعیت ما در نظام انتخاباتی افغانستان. اما آقای جنرال دوستم، خب در زمان ثبت نام و یا هم پیش از او از کارهایی را که انجام داده بود عذرخواهی کردن. فکر نمی‌کنید که این عذرخواهی خودش پاسخی است به گزارش نیویورک تایمز؟ ببینید، عذرخواهی هیچی هست. افغانستان یک دوره بسیار دشوار را از تشتت و ناهمگونی تجربه کرده و پشت سر گذاشته. در این دوره ها افغانستان جنگ را سپری کرده که وجه غالب از جنگ ها جنگ های ایتنیکی قومی بوده. طبعا هر نیروی سیاسی که فعلا به عنوان یک نیروی سیاسی مؤثر در افغانستان ابرازی وجود کرده در این جنگ ها دخالت خود داشته. جنرال دوستم چه کار کرده؟ یک سنت بسیار سالم سیاسی را، یک الگوی بسیار موفق را عرضه کرده که ما از این دوره های تلخ که برای هیچ کس در افغانستان جز رنج و جز درد به بار نیاورده باید عبور کنیم به طرف آینده. با توجه به تناقض دیدگاه در بین تیمتان پیش از کاندید شدن به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، خب ما شاهد هستیم که آقای اشرف غنی احمدزاده در مورد جنرال دوستم چی دیدگاه داشت و آقای جنرال دوستم افرادی در مورد آقای اشرف غنی چی دیدگاه داشت. دوام این تیم چقدر یک بحث واقعی است؟ افغانستان کشور مطرح میشه، فکر نمی‌کنید با اجازه بپیونده؟ افغانستان کشور هست متشکل از شهروندانش و این شهروندان به طور طبیعی دارای دیدگاه های مختلف هستند. قطعا اینا در به تمام مسائل از یک زاویه نگاه نمی کنند که شما بگین همیشه باید دیدگاهشان مشترک و دیدگاهشان واحد بوده باشد. اما وقتی شما در یک مرحله خاص از سیاست میرسین، این دیدگاه ها در زیر یک چتر به هم پیوند پیدا میکنن، اشتراکات خود پیدا میکنن. آنچه که در انتخابات فعلا به نظر ما و به نظر تیم ما یک تجربه بسیار موفق هست که ما فرصتی یافتیم
که عبور بکنیم از یک گذشته که ناهمگونی ها تشتت ها ما را از هم جدا می کرده، ما را با سیاست های حذف و طرد از هم بیگانه می ساخته، به سوی یک افغانستان که همه اجزایش اصل پذیرش همدیگر را مورد توجه قرار بدن و بر اساس از این پذیرش به یک سیاست جدید. نگرانی همین است که چی ضمانت وجود داره که شما بر اساس اصل پذیرش کنار هم آمده باشین نه بر اساس یک پروژه مقطعی. ببینین مهم هم هست وقتی که شما میین به خصوص تیم هایی که متحد هستن که حکومت مؤثر ایجاد بکنن، اینا در حول اهداف مشترک به هم میرسن، احساس میکنن که فردا ما با امر حکومت داری مواجه هستیم و این حکومت داری ضرورت دارد که دیدگاه های ما را مشترک بسازد. بنابراین آنچه که بر ما مهم هست ایجاد کردن یک وفاق هست که نیروهای مختلف سیاسی در افغانستان که فکر میکنن به افغانستان واحد تعلق دارن بتونن به طرف یک آینده بهتر با برنامه های مؤثرتر و عملی تر گام بردارن. آقای کدامنی، خب بافتی که در میان تیم ها وجود داره و در تیم شما، خب به خصوص تیم آقای اشرف غنی احمدزی، تیم آقای دکتر عبدالله عبدالله، تیم شما و تیم دیگر کاندیدا، چقدر یک بافتی است که بر اساس واقعیت های عینی افغانستان گرد هم آمده باشن با توجه به پیشینه سیاسیشان، فکر میکنید که واقعا دوام این بافت ها یک بحث واقعی باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رویش، جناب بلوچزاده صاحب و تمامی بینندگان محترم تلویزیون خورشید. ببینید آقای بابک، واقعا در بعضی از تیم ها بافت های عجیبی را میبینیم. در گام نخست تیم ما تیم است که ما با یک باورمندی آمدیم بدون کدام گذشته اختلافات بین ما. جناب استاد سیاف، امیر صاحب اسماعیل خان و مولوی صاحب عبدالوهاب، اینا باورمندی های سیاسی مشترک دارن، هیچگاه در گذشته کدام مسئله اختلافی بینشان نبوده، از یک بستر فکری سیاسی اینا آمدن و به می باور بودن در گذشته. اما متاسفانه در بعض از تکت‌های انتخاباتی حتی ما می‌بینیم که حلقات کوچک فاشیستی تباری از اقوام مختلف، علی فارسی زبان متعصب، پشتون متعصب یا هر قوم دیگه متعصب دیگه، که من باورم نیست اینا حلقات کوچک بودن در جامعه افغانستان که اکثریت مطلق مردم افغانستان، یعنی بیشتر از 80% مخالف تمام حرکت های فاشیستی بودن. تمام گروپ های فاشیستی را که ما در افغانستان آمارگیری کنیم کمتر از 20% میشن. اینا آمدن در بعض تکت های انتخاباتی با هم ائتلاف کردن که ائتلافات از اینا هم ما باورم نیست که باز سر یک واژه پوهنتون دانشگاه بین خود جنگ میکنن. یعنی فکر میکنید که دوام این باف ها باعث گسترش مشکل در افغانستان خواهد شد؟ اصلا در تقریبا 4 دهه اخیر مشکلات را که در جامعه ما به وجود آمد، یک قسمت زیادش توسط همین گروپ های کوچک فاشیستی بود. اینا خودشان مشکل اصلی مردم افغانستان اینا هستند. هیچگاه یک هموطن ما در بدخشان یا هرات یا جلال آباد یا کنر، اونی که دهقان است شکمش هنوز متاسفانه گرسنه است به خاطر واژه پوهنتون و دانشگاه، یکی در کله دیگه خود نمیزنن. ما در تیمای انتخاباتی کسایی را داریم که واژه پوهنتون و دانشگاه در حد العیاذ بالله آیه های کتاب مقدس پیششان مهم بوده و این ائتلاف ها از نظر ما همون یخ است که در مقابل آفتاب گذاشته شوه، خیلی به زودی آب میشه. هیچگاه اینا نمیتونن در کنار هم بسازن، چون مشکل اصلی مردم افغانستان اینا بودن، نه ای که تیمای دیگه. خب شما از حلقات فاشیستی در بعضی از تیم ها یاد کردین، خب زمانی که اتهام وارد میکنین نشه که بگوین که مثلا کدام حلقات در کدام تیم. ببینیم، من اشارت هم گفتم کسایی که به خاطر یک واژه پوهندون دانشگاه یکی در کله دیگه خود میزدن، من نمیفهمم که دانشگاه به پوهندون تسلیم شد یا پوهندون به دانشگاه. اینا همهشان در یک تیم جمع شدن، از ستمی تا شعله‌ای تا افغان ملت تا خلقی تا پرچمی، جریانات دین ستیز هستند که اینا در مقابل رأی اکثریت مردم افغانستان واقعا نابودی مطلق خود میدیدن و اینا همو که خدا همو که در باور دینی مایی است که اینا هیچگاه نمیتونن متحد شن. ما باور به این داریم که جریانات کمونیستی یا در مجموع چپی اینا یک اقلیت مطلق هستند
در مقابل اراده اکثریت مطلق مردم افغانستان اینا خود در خطر دیدن. تمام تیم ها چهره های مختلف ساخته شده، هدف شما از این تیم مثلا کدام تیم است، کدام حلقه است؟ شما مثلا در تیم ما نشان بدین که ما کسی در بین ما گذشته مثلا خدای ناخواسته یک ماه هم حرکت های تباری داشته باشد. ما در تیمای دیگه کمتری را میبینیم یا حتی نمیبینیم، ولی در بعض تیما به حد درشت و پررنگ است که حتی همکنون هم در درون تیم انتخاباتی خود حیران هستند که نوشته هایی را که برای رسانه ها بیرون میتن با کدام نوع ادبیات بنویسن شانه. من از جناب رویش پرسان میکنم، کاندیدای از اینا رئیس پوهنتون یا دانشگاه کابل بودن که لوحه همین مرکز علمی را که یک تعداد محصلین زیر نصب کرده بود زیر پای خود کرد، آیا اینا با پوهنتون گفتن از او تسلیم شدن یا ای که اونا آمدن دانشگاه گفتن از اینا را پذیرفتن؟ تشکر آقای بلوچزاده. خوب از گمانازنی ها و گفتگوها در مورد پیوستن آقای قیوم کرزی با آقای ظلمی رسول بود و دیشب آقای قیوم کرزی اعلان کردند که به انتخابات می روند و با رای مردم احترام دارند. چی چیز باعث شد که شما به توافق نرسیدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مهمانان عزیز در بس و بینده های عزیز تلویزیون شما. توجه بکنین در رابطه به اتحادی که قرار بود میان دکتر ظلمی رسول و قیوم کرزی شکل بگیره، به سر درخواستی که یک گروه از افراد یا اشخاص آمده بودند و دکتر صاحب ظلمی رسول میخواستند که اگر شود با هم با قیوم کرزی تفاهم و گفتگوی داشته باشند، که قیوم کرزی با تکت انتخاباتی یا در حقیقت در تیم انتخاباتی دکتر صاحب ظلمی رسول وارد شوند و کار مشترک بنابر برنامه هایی که نسبتا مشترک است و یا اهدافی که مشترک است کار صورت بگیرند. اما اتفاقا از این حرکت و از این جرگه یا در حقیقت این نشست بیشتر استفاده ابزاری و سیاسی را تیم آقای قیوم کرزی انجام داد، به این معنا بدون از این که مشوره های لازم صورت بگیره، بدون این که خواست جرگه در نظر گرفته شد یا مشوره ای بزرگای قومی در نظر گرفته شد که از مجموعه ولایات آمده بودن، تلاش شد که آقای قیوم کرزی به نحوه با این افراد گاه پیش دکتر صاحب اشرف غنی مراجعه بکنن و دکتر صاحب اشرف غنی رو برگ ریاست جمهوری برن و یا به گونه تلاش شد که با ما در وارد گفتگو و مذاکره شن. تلاش به این بود که تکت انتخاباتی ما تغییر بکنه، تلاش به این بود که برنامه های اونها بیشتر چربی داشته باشه و بیشتر تحمیل شه بالای ما. اما از اونجایی که اشاره میکنم به تیم دکتر صاحب ظلمی رسول که تیم است عاری از تعصب قومی، تیم است که گذشته بد در فساد و در جنگ های داخلی ندارند، تیم است که اختلافات قومی زبانی سمتی میان این سه عضو در این تکت صفر است و برگونه یک پیام بسیار خوبه بود این تکت به مردم افغانستان که همواره میترسیدند که تمام افراد باید از یک قوم باشند یا زور داشته باشند یا پولای باداورده داشته باشند، ولی این تکت آمد پیام داد که افراد هستند به اساس شایستگی، به اساس تخصص و به اما اساس تیم شما هم از سه قوم تشکیل شده، پشتون، تاجیک، بس قوم اینجا نیست، بس قوم اینجا نیست، بس تخصص بیشتر مطرح است. دکتر سرابی پیام است بر زنای افغانستان که همواره تلاش میکردن که یک زن به قدرت سیاسی برسه و به جایگاه تصمیم گیر قرار بگیره. یک فرد است که 8 سال تجربه حکومتداری محلی داره. یک زن است که میتونه در حقیقت مفید واقع شه به زنای رنجیده افغانستان. معاون اول این تکت در حقیقت کسی است که 5 سال تجربه معاونیت داره. یعنی نظر به دیگه کاندیدا زمانی که اگر به ریاست جمهوری برسن باید حداقل 2 سال 3 سال شما معاونین از اینا را آموزش بدین که می شیوه معاونیت چگونه است، ولی در حالی که تیم ما از این تجربه برخوردار است و با مشکلات چندان مواجه نیست. در این حال شناخت از شکاف های سیاسی اقتصادی دارن معاون اول. این در کل یک تیم است که میتونه ما بالایش حساب بکنیم و مردم افغانستان بالایش حساب بکنه. اما این جرگه به گونه میخواست که شخص قیوم کرزی از این جرگه یک استفاده ابزاری بکنه و گویا که یک چندره به نفع آقای قیوم کرزی گفته شده داده شده و تیم ظلمی رسول به نفع آقای قیوم کرزی بگذره که در رسانه ها این بازتاب یافته بگونیم. اما وضعیت بگونه بود که شما اخیرا اخبار را دیدین که این بحث ها خلاف نشست بزرگانه بود که در کانتیننتال صورت اما بود. گفته میشه که آقای قیوم کرزی شما بیشتر سکتورهای اقتصادی را خواسته بودن و شما
به این مورد به توافق نرسیدن در خصوص امتیاز دادن و یا هم امتیاز گرفتن بود که با مشکل مواجه شدیم. اولا بحثی است که در جریان صحبت‌های نبودیم، اصلا آگاهی نبوده، یک دعوت شده بودین بزرگان قوم از دکتر صاحب رسول دعوت کرده بودند که یک مرتبه با قیوم کرزی بنشینین و روی برنامه ها صحبت بکنین و پیش شرط های قیوم کرزی داشت. این جرگه را کی خواست؟ از کجا آمد؟ چگونه این در ارگ ریاست جمهوری راه پیدا کرد؟ چگونه با دکتر صاحب اشرف غنی دیدن و روی از مسئله صحبت کردن؟ در جریان این بحث ها و در جریان این معامله ها گویا ما قرار نداشتیم. یعنی شما اصلا آگاه نبودین؟ آگاهی که به گونه‌ای تصمیم گرفته شد که گویا دکتر صاحب زلمه رسول انصراف بکنن یا بگذرن به نفع قیوم کرزی، این بس منتفی بود. پس چه کسی زمانی که شما آگاه نبودین و در جریان نبودین، چه کسی میخواست که آقای قیوم کرزی با آقای زلمه رسول یک بیشتر خودشان تصمیم داشتن؟ حتی تاثیرگذاری ذهنیت خودشان بالای عمو بزرگا هم بود. اما شما اخیرا خبر را دیدین که بزرگا رفتن نزد دکتر صاحب زلمه رسول، استاد شدن و گفتن که تصمیمی که قیوم کرزی، با احترامی که بر قیوم کرزی داریم، که خودشان مستقلا تصمیم گرفتن که باید برن با کاندیداتوریشان ادامه بدن و مبارزات انتخاباتیشان ادامه بدن، یک بحث خود تصمیم خودشان بود. اما تحمیل میکردن که گویا ما ذهنیت سازی بکنیم در بین جامعه و در بین مردم که گویا دکتر صاحب زلمه رسول انصراف میته یا مگذره یا اتحاد بکن. اما حرف اساسی ما ایست، حرف اساسی است که خود اعضای جرگه دوباره پس آمدن نزد دکتر صاحب زلمه رسول، نشستن و گفتن بزرگ ما شما هستین، اعضای اکثریت این نشست توافق به کردن که ما از شما حمایت میکنیم و اینکه شخص قیوم کرزی ادامه میتوانه خواست که این اتحاد شکل بگیره تصمیم خودش است، ولی قرار به است که این جرگه و یا این نشست بزرگان دکتر صاحب زلمه رسول ادامه همکاری بود داشته. بیننده عزیز، آقای احمد صبوری عضو ستاد انتخاباتی عبدالقیوم کرزی تا ساعت 6 و 10 شام با ما وعده کردن که اشتراک میکنن، اما ساعت 6 و 10 شام بود که از حضور در بحث ما خودداری کردن. ادامه این بحث پس از یک وقفه کوتاه. با ادامه بحث ما خوش آمدید آقای رویش. خب آنچه که آقای کدامانی گفتن که در تیم شما افرادی که روی واژه دانشگاه و پوهنتون مشکل داشتن اکنون کنار آمدن، چی کسی آیا واقعا تیم آقای اشرف غنی احمدزی واژه دانشگاه را قبول کرد و یا هم افرادی که واژه پوهنتون قبول نمیکنن واژه پوهنتون قبول کرد؟ ببینید، ما برای اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان در طرح بن به یک نظام سیاسی دست یافتیم که فارغ از خطبندی های ایدئولوژیک و انحصار طلبی های قومی، اتنیکی و امثال هم، افغانستان را مال همه اعلام کرد. و برای اولین بار هست که ما در تاریخ سیاسی افغانستان نظام سیاسی را داریم که هر کس احساس میکنه که در درون نظام مشارکت دارد و حذف نشده. به خاطر از این است که ما 13 سال یک تجربه را برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر آرای مردم و مبتنی بر رضایت شهروندان پیش روی خود داریم. آن چیزی که آقای کهدامنی میگن به هر حال از دیدگاهی که ایشان دارد قابل قبول است، بخاطر که اینا همیشه طرفدار ایجاد یک حکومت ایدئولوژیک هستند که این حکومت گروه خاصی از افراد جامعه را مستحق میداند که بر تمامی مردم مال حکومت بکند و سلیقه های خود و فکر های خود برایشان بقبولاند. اینا راست میگن که یک تیم بسیار متحد، منسجم و دارای فکر واحد دارند. اما دید بر این از شما که گفتیم که خوب نظر به کنفرانس بن و قانون اساسی که همه اقوام بین باید واقعا در یک نظام شرکت، این بحث خوب است. اما زمانی که خب تا یک سال پیش یک تناقض دیدگاه بسیار بزرگ در بین تیم شما وجود داشتن باشه و اکنون همتون آمدین، کسی که خب یک قوم متهم به یک چیز کرده با یک کسی دیگه که آمد علیه از او شعار داد که خب حتی کافر شده، چگونه شما واقعا دوام شما چگونه؟ بله. بس ما میگم اونمو چتر بزرگه که بعد از سقوط حاکمیت طالبان تمامی مردم افغانستان را به هم متحد ساخت و به هم نزدیک کردک، امروز در حکومت ما یا در طرح حکومت داریم ما دارد دوباره تمثیل میشه تا اینکه ما این پروسه را ناتمام نگذاریم، افغانستان را کشور برای همه شهروندان افغانستان بدانیم. در تیمی که ایشان یاد میکنن، پیشتر میخواستم همین نکته را بیان بکنم، در تیمی که ایشان میخواین یک گروه از شهروندان افغانستان میتونن که بسیار راحت و آرام حکومت تشکیل کنن، ولی فراموش نکنیم که همچون حکومت را حزب دموکراتیک خلق ایجاد کرد که ما بهایش با 3 میلیون شهید کشور خود و ویرانی کشور دادیم. این گروه را یا این حکومت را مجاهدین خواستن به گونه دیگر اعمال بکنن که متاسفانه افغانستان را به کجا کشاندن، طالبان ایجاد کردن. ما حکومت را به هیچ صورت مرجع قضاوت های ایدئولوژیک و حکم های ایدئولوژیک نمیدانیم. حکومت
یک چتر هستک برای تامین امنیت مسرط شهروندان. هر فردی که بر اساس حکم قانون اساسی شهروند کشور باشد حق دارد در درون کشور زندگی بکند. آن که قضاوت میکند که کدام شهروند مرتکب جرم شده یا نشده، این محکمه هستک، محاکم عدلی و قضایی کشور. اما بحث جرم نه، بحث دیدگاه واحد در تیمتان. خب نگرانی بر این است که در صورت پیروزی تان در انتخابات شما در داخل نظامتان دچار مشکل شید با توجه به تناقض دیدگاه. شاید براتون بگم که ما تنها تیم هستیم که منشور تحول و تداوم را به عنوان طرح حکومتداری خود با جزئیاتی که تمامی امور حکومتداری را شامل میشه تدوین کردیم، و برای ازی ما بحث‌های بسیار طولانی و مفصل بین همین حرف کسایی را که شما میگین دارای دیدگاه‌های متعارض بودن ایجاد کردین. اما بگذارین که بین اون یک تجربه براتون بگم چی چیز ما رو موفق کرده که به طرح تحول و تداوم برسیم. که ما برای اولین بار مطالبات شهروندی را از حالت تقابل به حالت تعامل آوردیم. قبلا رسم بر این بود که یک گروه در مرجع اقتدار می نشست و دیگران می آمدن عرایض خود مطالبات خود برای از اون مطرح می کردن، بین اون امتیاز یک دو سه چقدرش برآورده می کنی، اگر برآورده می کرد یا نمی کرد بعد از اون شما می رفتن یا افتخار می کردن یا سرشکسته در خانه تان می رفتن. در حالی که در طرح ما چی شده که ما به جای تقابل تعامل را گرفتیم. ما به جای که روبروی هم بشینیم و خواسته خود مطرح کنیم، کنار هم شیشتیم و تمامی امور حکومتداری به عنوان مسئله ای که ما با او سر و کار داریم سعی کردیم. اما با توجه به پیشینه افراد در تکتیک اجازه بدین بخیر میرسیم، فکر میکنید که این دیدگاه تحمل رو به وجود بیارین؟ قطعاً. ببینین وقت ما از لحاظ فکری به یک طرح منسجم میرسیم که مورد توافق همه باشد، که بگیم مثلا برای مبارزه با فساد چی طرح داریم، برای مبارزه با مواد مخدر چی طرح داریم، برای ایجاد وفاق ملی که همه خود را در افغانستان واحد احساس کنند چی طرح داریم، برای جمع کردن این دیدگاه های متعارض چی طرح داریم، برای حل معضلات بسیار پیچیده مثلا کوچه ها چی طرح داریم. معنیش این هست که ما با هم بسیار دقیق منصفانه و از دیدگاه تعامل شهروندی برخورد کردیم. اما در 12 سال شما عضو همی تیم که اکنون دولت افغانستان بودین، آقای اشرف غنی احمدزی از کنفرانس بن و تا یک ماه پیش از سپونام خود در همین حکومت کار میکرد، آقای سرور دانش هم وزیر همین کابینه بود، آقای جنرال دوستم هم به نحوی دخیل بود در نظام. شما چی گونه نظام متفاوت تر نسبت به نظام فیلی میسازند که واقعا طرحهایی که شما دارین تطبیق بکنید؟ نکته بسیار جالب همینه هستن. یک بار شما در درون یک حکومت به عنوان یک مهره یا یک عضو حکومت هستین، یک بار دیگر شما ایجاد کننده یک حکومت هستین. آنچه را که ما فعلا داریم ایجاد میکنیم یک حکومت هست با دیدگاه متفاوت نسبت به آنچه که در گذشته ما دادیم. احساس میکنیم که این حکومت هست که میتونه مرجع تطبیق و تعمیر خواسته های مردم باشد. بنابراین ایجاد یک حکومت که در او بتونه نیروهای مذهبی و غیر مذهبی، نیروهای دموکرات و نیروهایی که به ظاهر معتقد هستند به سنت گرایی، کسانی که خود را عناصر شهری میدانند با روستایی، اینا همگیشون بتونن احساس اشتراک کنن، من فکر میکنم یک تجربه بسیار جالب هست. میخوایم بینون آخرین حرف در امید زمینه جنبانی براتون بکنم. سیاست هایی که مبتنی بر تفکرات توتالیتر و تمامیت خواهانه باشد در هیچ جای دنیا نتیجه ندادن. در افغانستان ما و شما متاسفانه که هزینه شما بسیار به شکل سنگین پرداخت کردیم. من دوست دارم حکومت را در افغانستان شاهد باشم که در اونجا آقای کهدامنی بسیار به صراحت و شجاعت بتونه حرف بزند. تشکر. نه این که حکومت باشد که آقای کهدامنی تنها حرف بزند ولی من ساکت باشم. تشکر. آقای کهدامنی، خب با توجه به این که آقای روهیج گفت که شما یک حکومت ایدئولوژیک میخواین و طرفدار به قدرت رسیدن یک گروه مشخص هستین و حتی مثال عزیز به دموکراتیک خلق داد، آیا واقعا چنین است؟ ما اتفاقا سپاسگزاری میکنم از جناب رویش صاحب که قسمت از گپا را تقریبا اوریان گفتن. بله، باور سیاسی ما ریشه در معتقدات دینی ما داره. ما هیچ کار را خلاف دین مبین اسلام نمیکنیم و برای هیچ کس هم اجازه نمیدیم که در افغانستان مسلمان، در افغانستان که اکثریت مطلق مردمش معتقد است، حرکت های را در ضدیت با معتقدات مردم افغانستان برای بندازه. اما مسئله و ای را میاد آور میشم که در قانون اساسی کشور ما این درج است که دین رسمی در حکومت افغانستان اسلام است و همین قسم درج است که هیچ کار در ضدیت یا هیچ قانون در ضدیت با اسلام نمیتونه رسمیت داشته باشه. اما در رابطه با تمامیت خواهی یا یک ساختار توتالیتر، من یادآور میشم میره که اتفاقا
عدالت یا انصاف را که ما میتونیم در اسلام داشته باشیم به هیچ گاه ما در جریان نه در بین شعلیا داریم، نه در بین افغان ملتیا، نه در بین خلقی ها، نه در بین پرچمی ها. اینا یک معجون هستند از تمام حلقات که اینا همه بارها پیشتر هم به شکل خیلی کوتاه یادآور شدم که به خاطر واژه پوهنتون دانشگاه اینا هم دیگر زدن، اینا حکومت های هم دیگر سقوط دادن. ما دیدیم که پرچمی ها خلقی ها به خاطر تبعیضات تباری که بین خود داشتن چقدرش گرفتن کشتن. ما دیدیم که افغان ملتی ها با شعلایی ها یا ستمی ها حتی تا سرحد آدمکشی در مقابل یکی دیگه خود عمل میکردن. به نظر من در کنار تخصص، تا ای که تعهد و باورمندی نباشم نمیشه، اصلا ناممکن است که یک تیم متحد، یک تیمی که برای وحدت ملی و وفاق ملی کار کنه. ما نمیتونیم داشته باشیم که تعهد و پیش میرم چی در بین تیم اینها وجود نداره؟ بله، تمام هموطنهای ما بخصوص اونایی که مردم تحصیل کرده کشور ما هستند میفهمن که تمامیت خواهی و فاشیزم بر جبین کدام یکی از این تیمای انتخاباتی است. ما لله الحمد یک تیم هستیم که باور به عدالت داریم. در تیم ما هیچگاه ما جلو کسی را نمیگیریم که شما پوهنتون نگوین، شما فلان چیز نگوین. تمام شهروندان افغانستان بدون سانسور فرهنگی، بدون سانسور زبانی در حکومت که استاد سیوف می باشد در رسش، اما آقای روحش مساویانه آقای روحش گفت ما نظامی را ایجاد میکنیم که ما هم انتقاد بکنم و آقای کدامنی که در مخالفت ما است این هم انتقاد بکنه و به نحوی به شما اشاره داشت که ما این عقل سلب خواهید کرد. ما شاهد هستیم که تعدادی از وکلایی که همکنون در تیم جناب ایشان هستند هموطنهای هزاره ما را مهاجر گفتند در افغانستان. امروز یک نفر در یک کشور اروپایی 7 سال که زندگی میکنه شهروند محسوب میشه. قرن هاست که اینجا ما با هم در کنار هم زندگی میکنیم. شاید تنش ها مشکلات بوده باشه، ولی به این معنا نبوده که ما مطرح کنیم که خدای ناخواسته کدام مجموعه تباری در افغانستان مهاجر است. من نمیفهمم که چطور تا اکنون نتانستن اینا پیش بیان. به هیچ عنوان من باور ندارم که تا ختم انتخابات این تیم مشترک پیش بره و این تیم شدیداً یک تیم شکننده است. خدا کنه که اینا درگیر نشن حتی بین خود در بعضی از مناطق افغانستان. تشکر آقای بلوچزاده. خب شما هم یک تیمی هستین که از 3 قوم تشکیل شدین و با توجه به این که خب حرفای دوستای دیگر ما را هم شنیدین، در مورد این که چرا واقعا تیم ها قومی باشه، چرا واقعا مثلا کاندید پشتون باشه، یک ماهان ازبک و یا هم یک ماهان هزاره و یا هم یک تاجک، چرا شما بر اساس خب یک تابوشکنی نکردین، نامدین واقعا از یک قوم و یا هم از بر اساس تخصصی انتخاب نکردین که آمدین با قوم شدن تکتان پرداختین؟ اجازه بتین یک نکته اول اشاره بکنم. تیم ما تیم قومی نیست. قوم زمان برجسته میشه که در پشت قوم صلاح باشه، در پشت قوم پول باشه، اون قوم به مراتب کارهایی را انجام داده باشد تا در یک جای خودش رسانده باشه. این ترکیب به اساس تخصص و به اساس همون شایستگی و به اساس اعتماد است که مردم یک خلا نیاز وجود داشت و قرار بود این تیم باید بیرون شد و این تیم بیرون شد. یعنی پیشتر ترکیبی که من براتون گفتم، چی خود شخص دکتر زلمه رسول، چی معاون اول و چی معاون دوم، پیشتر صحبت میشه روی برنامه ها و روی منشورها. شما یک منشور نوشته شده و تدوین شده دارین اینجا میمونینش، همه چیز درش خوب نوشته شده، برنامه های جهان هم نسبت به افغانستان خوب نوشته شده بود، برنامه کنفرانس بن هم بر افغانستان خوب نوشته شده بود، از توکیو هم، از شیکاگو هم. ولی میانین یک فرد اول میارین استاد میکنین در پالیوی برنامه، میبینین که این برنامه چقدر افت میکنه از لحاظ عملی، بعد شخص دوم میارین استاد میکنین، بعد میبینین که برنامه در کجا میره، بعد میبینین شخص سوم استاد میکنین، برنامه اصلا حذف میشه. به اون لحاظ تیم ما زمانی که شما برنامه میمانین، فرد اولی برنامه را تقویت میکنن، چی در راستای اقتصاد است، چی در راستای سیاست است، چی در رابطه با حقوق بشر است، چی در رابطه با حقوق زنان است، چی در رابطه با تعداد که دارن. فرد دوم میتونه این برنامه را تقویت بکنه، فرد سوم کاملا تضمین کننده برنامه ها و این تیم است. به اون لحاظ با مردم باید راست صحبت بکنیم. تاریخ این بحثا را همیشه قضاوت میکنه، هیچ چیز پت نخواهد ماند. این تعهدات و این یک نوع در حقیقت امیدواری های کاذب خلق کردن به مردم افغانستان که مجموعی دوره ها را در ظلم، در ستم، در استبداد گذشتاندن و شما بیارین تاریخ را به نفع افراد سفید بکنین، تاریخ را به نفع افراد پاک بکنین، اینها همش مسئولیت داره.
در مقابل مردم راست باید صحبت کرد، در مقابل مردم شفاف باید صحبت کرد. حکومت داری شفاف، بحث شفاف کار داره. حکومت داری شفاف، برنامه شفاف، در مقابل مردم راست و شفاف صحبت نمیکنن. در صورت پیروزی یکی از این تیم هایی که خب آنچه که شما دیدگاه دارین که راست و شفاف صحبت نمیکنن و هر آن چیزی که اعضای تیمشان انجام داده به عنوان ورق سفید پیش میکنن، در صورت پیروزیشون فکر میکنید که واقعا با شفافیت و یا هم با صداقت و یا هم با تعهد خود عمل بکنن؟ یک اطمینان سر مردم افغانستان داریم، بالای مردم افغانستان داریم. مجموعه انتخابات ها و مجموعه از فعالیت هایی که در طول این 12 سال 13 سال صورت گرفت، نسل نوی که شکل گرفت، همه حقایق میفهمن، همه چهره ها را هم میشناسن. اینها اگر اجازه بدن که افغانستان بره به طرف بحران، این مردم تصمیم خواهد گرفت. و اگر اجازه بدن که افغانستان را از بحران نجات بدن، از تعصب قومی نجات بدن، اجازه ندن که افراد که سالها به بهانه های مختلف آمدن در افغانستان استبداد کردن، ظلم کردن، اینها دوباره پس به قدرت برسن، این از آن مردم است. یک نکته. نکته دوم، حرکت ها و گردهمایی های کلان کلان را شما میبینین، افراد فکر میکنن که اینها حامیان و کسان هستند که اینها رأی در صندوق میندازن. استاد روی شیرین را خوب میفهمه. این بحث ها بحث های رای های سیال هستن. مردم ها میبینن که کیها برنامه های خوب بهتر دارن تا برن به طرف انتخابات. این شده نمیتونه که فردا این فرد اگر رئیس جمهور نشد بعد بیا بگه تقلب شد. بلیز که این جمعیت را که شما در رسانه ها پخش میکنین ما میبینیم، این جمعیت های نیستن که تعهد کرده باشن که ما رای خود بر شما میتیم. انوز هم افراد منتظر هستن که برنامه را خوب بفهمند، شخصیت ها را خوب بشناسند. انوز هم اینمین افراد در حرکت ایشان حضور دارن، در حرکت ما حضور داره، در حرکت ایشان حضور دارن، در تمام حرکت ها هستن تا بالاخره که شخص مورد نظر خود انتخاب بکنن. این انتخاب صورت خواهد گرفت. با این بحثی که من میکنم، با این بحثی که رویش صاحب میکنه، با این بحثی که کدامنی صاحب دارن انجام میتن، مردم نمیتونیم فریب بتیم، مردم نمیتونیم بازی بتیم یا خاک در چشم مردم بزنیم. با اول حس بحث اساسی است، مردم فقط برنامه ها را متوجه هستن، شخصیت ها و کرکتر ها را. یعنی فکر میکنید که دیگر کاندیدا در پای فریب مردم هستن؟ برخی از افراد تلاش دارن که بزرگ نمایی بکنن و کلان جلوه بتن. من سوال میکنم به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان کسی که در این پروسه ها کار کردیم، من میگم چطور میشه یک فردی که اگر در داخل کارش خوب انجام بده در بیرون با این تکت که شما ایجاد کردین چگونه میتونه رابطه تان تامین بکنین در سطح بین الملل؟ چگونه میشه نزاهای بیرونی را در داخل افغانستان جمع نکنین و اینها را حداقل اگر متفرق نمیشه کاهش شه و یک به یک جمع و به یک مخرج مشترک برسیم؟ این بحثا رو چگونه میشه کار کرد در سطح بیرونیش؟ در سطح داخلی خب طبیعی است که از راه یک مشکل دیگه هم وجود داره. اما حرف اساسی است که استاد روش امیر خوب میفهمند که در جامعه که بحث حکومت داری خوب مطرح میشه، کیها این واژه ها رو بیان میکنن، کیها این بحث ها رو مطرح میکنن. کسی که بحث قانون مداری مطرح میکنه، اینها کیها هستند؟ کسی که اعتقاد داره بر عدالت، کسی که اعتقاد داره به قانونیت، کسی که اعتقاد داره به این که دستش به مال مردم دراز نشده باشه، دستش به خون مردم دراز نشده باشه. این از بحثایی است که استاد روش هم با این بحثا تشکر. ادامه این بحث پس از یک وقفه کوتاه. با ادامه بحث ما خوش آمدید آقای روش. خب آنچه آقای کدامی در گفتهایشان گفتند که تیم شما یک تیم متحد نیست و تعهد نداره و حتی از شکنندگی تیم شما یاد کرد، آیا واقعا شما تعهد ندارید و تیمتون شکننده است؟ خب چون آقای کهدامنی با کسانی سر کار دارن که یک مقدار مدعی ارتباط با غیب هستن، اینا میتونن که غیبگویی هم بکنن. ولی آنچه ما داریم چیست؟ حکومت ما بر اساس قانون اساسی شکل میگیره. در قانون اساسی به وضاحت مطرح شده که هیچ حکم در افغانستان مغایر با احکام شریعت یا هیچ قانون مغایر با احکام شریعت وضع نمیشه و تطبیق نمیشه. آنچه که ما را امروز در عرصه انتخابات و رقابت سیاسی کشانده هم قانون اساسی هست. این قانون اساسی برای آقای سیاف و آقای کهدامنی حق دادن که بیاین رقابت بکنن و برای ما حق دادن که ما بیاین رقابت بکنیم. بنابراین در این قانون اساسی واقعیت هایی که در افغانستان هستن همگیشان فقط واقعیت های جامعه افغانی در نظر گرفته شدن. وظیفه دولت چیست؟ که باید حقوق شهروندان را تامین بکند و دولت دارای وجیبه های هستک که این وجیبه ها را اگر عمل نکند این دولت نیستک، هر چیز دیگره که باشد. اونچه که ایشان ایجاد میکنن مطمئنن حکومت بر اساس قانون اساسی نیست. چرا؟ به خاطر که در قانون اساسی تأمین حقوق بشر، رعایت حقوق شهروندان، آزادی بیان، آزادی اجتماعات سیاسی و فعالیت هایی که در جهان امروز ما و شما جز از بدیهی ترین حقوق شهروندان حساب میشه جای نخواهد داشت.
ما چی کار میکنیم؟ ما باید افغانستان را از ادبیات نفرت و خشونت و نجات پرسی و تبعیض نجات بدیم. شما در ادبیات که آقای کوهدامنی به کار میبرن، شما حداقل احساس میکنین که رگه های از خشونت و نفرت. اما امین بس مطرح خود. باز هم میخوایم سوال ما تکرار بکنم، بس تبعیض، نجات پرسی و غیره که شما یاد کردین. خب زمانی که تا یک سال پیش یک اکنون شما دو گروه و یا چند گروه با هم یک شدین، میایین روی یک واژه که پوهنتون است و یا هم دانشگاه میایین به جان هم مفتین و علیه یکی دیگر فتوا میدین، حتی در رسانه ها. چگونه واقعا اکنون کنار هم آمدین و چگونه یک حکومت عاری از تبعیض و برابری و غیره را شما شکل میدین؟ اینمی شما وقتی که اثر یک تفکر یک اندیشه را در عمل سیاسی میبینین، باورمند بشین که ما چگونه ای را میتونیم. وقتی نیروهای متعدد در درون جامعه میتونن در حول یک هدف واحد به هم اجتماع کنن، به هم اشتراک پیدا بکنن، خودش نشانه ازیست که ما چگونه پیش میریم. توجه میشین؟ چیزی که مهم است برای ما، ما برای رسیدن به طرح واحدی که برای تمام مردم افغانستان کارا باشد، یک سعی صدر ضرورت داریم. افغانستان ما از دوره تشتت و پراگندگی باید عبور بکند. ما باید به آینده نگاه بکنیم. این آینده با تفکرات ایدئولوژیک که ما را از هم شق شق کرده ایجاد نمیشه. این آینده با تفکرات به تعبیر ایشان فاشیستی. اما زمانی که شما کنار هم آمدین، تضمین از دوامتان هم باید وجود داشته باشه. چی تضمین وجود داره؟ تضمین اولین تضمینش یعنی طرح واحد هست که ما بر اساس از او به توافق رسیدیم. تیکت واحد است که ما ایجاد کردیم. دو اما گفتم اما در بین مردم این دیدن که شما بر به خاطر رسیدن به کرسی ریاست جمهوری و یا هم به خاطر یک پروژه کوتاه‌مدت گرد هم آمدین. خود انتخابات برای رسیدن به قدرت است. ما تمام تلاش ما هست که مدیریت قدرت سیاسی افغانستان را در دست بگیریم. به خاطر از ما هست که سخن میگیم، به خاطر از ماست که کمپاین میکنیم. پس این یک چیز غیر طبیعی نیست. آنچه که مهم است که ما چگونه مدیریت میکنیم. از همین حالا نشان میدهیم که قدرت محصول تعاون تمامی مردم افغانستان است. پس باید این اصل اساسی را احترام بکنیم که قدرت به تمام مردم افغانستان برسد. ما در نظرم، حالا البته با تیمی که زلمه رسول حرف میزند ما زیاد حرف نداریم، بخاطر از اینکه احساس میکنیم اینا اصلا برای حکومت داری خود آماده نکردن، فقط یک دوره است که آقای کرزی در اونجا پایان میافه و اینا هم قدزو یک جای پایان میافن. ولی ما با طرز تفکر آقای کوهدامنی و تیمی که ایشان به او تعلق دارن خیلی جدی تر برخورد میکنیم. به خاطر چی؟ احساس میکنیم که این طرز تفکر اگر در افغانستان به قدرت برسد، شهروندان افغانستان دوباره به همون سرنوشت گرفتار میشن که ما در طی 3 دهه جنگ های ایدئولوژیک، جنگ های مبتنی بر تفکرات اتنوسنتریک و جنگ های مبتنی بر انحصارگرایی باش ماجرد. اما آقای رویش، خب زمانی که بحث کوچی و ازاره مطرح میشه، آقای کریم خلیلی میرن در بیسود موزیگیری میکنن و آقای اشرف غنی هم یک کوچی است. شما چگونه واقعا این دیدگاه را به وجود میارین؟ تا یکی دو سال پیش زمانی که علیه هم دیگر موزیگیری خیلی بزرگ میکردین، میرفتین تحسن میکردین، میرفتین خب با الفاظ عجیب غریب یاد میکردین، اکنون یک کوچی با یک هزاره کنار هم آمدین. آفرین. وقتی که از موزل کوچی حرف میزنیم، از پیچیده ترین موزل تاریخ سیاسی افغانستان حرف میزنیم. و اگر راه حل از این برای پیدا میکنیم، ما با کوچی پیدا میکنیم. درست؟ اگر ما با هم در یک جای به توافق نرسیم، خون کوچی و هزاره به طور یکسان در سرزمین هزاره میگم. وقتی که در اونجا عزم و اراده سیاسی وجود نداشته باشد که خون شهروندش برش حرمت داشته باشد، ارزش داشته باشد، شما به طور طبیعی به همچون منازعات میرسین. حالا ما به جای رسیم که میگیم حکومت ما معضل کوچه ها رو به عنوان یک از پیچیده ترین معضل خود در برابر خود دارد، به خاطر از اون هست که بهش فکر میکنه و به خاطر از اون که برش راه حل ارائه میکنه. اجازه بدین که این حرف را هم برای جنبندی براتون یادآوری کنم. میگم افغانستان اگر ثبات سیاسی را به عنوان اصل اساسی برای تامین امنیت، برای حکومتداری خوب فراموش میکند، هیچگاه نمیتوند به سایر اهداف خود برسد. و برای ثبات سیاسی شما به اجتماع تمامی نیروهای سیاسی ضرورت دارین که این نیروهای سیاسی به طور طبیعی حالا از اقشار و اصناف مختلف جامعه افغانی نمایندگی میکنن. تشکر. شما با حذف و طرد این نیروهای سیاسی بی ثباتی را در کشور دامن میزنید. آقای کدامنی، خوب آنچه که آقای رویش گفت که شما غیبگویی میکنین و گفتن که بر اساس قانون اساسی افغانستان هم نظام را شکل نخواهید داد، شما واقعا با بر اساس قانون اساسی نظام آینده تان در صورت پیروزی شکل نخواهید داد؟ ببینید، با وجود که جناب رویش صاحب از جمله شخصیت های پرمطالعه کشور ماست، ولی چند چیز ما میخواهیم برشان یادآور شوم. در این قسمت در این هیچ شک نیست که باور سیاسی ما
ریشه در معتقدات دینی ما داره و کتاب مقدس ما قرآن کریم از غیب آمده به ما و ما به این ایمان داریم. اما در مسئله غیبگویی ایره هم اینا دقیق میفهمند که ما با هر گونه غیبگویی ها مخالف هستیم، فالبین های سیاسی و غیبگویی های سیاسی که ادعا کردن در همی چند سال همیشون در همی تیم جمع شدن. اما چیز دیگه را که من میخوایم برشان یادآور شوم، اینا گفتن که مسئله تامین حقوق بشر، آزادی بیان و عدالت در حکومتی که گفتن استاد سیاف در رستش باشه، این چیزا ناممکن است. همین را یادآور شدن که ما یک حکومت، ما باور سیاسی ما یک باور اعتقادی است. برای من اینا بهتر از بگوین که غیر از اسلام همین مسائل را که یاد کردن، چی حقوق بشر، چی آزادی بیان، چی عدالت را، در کدام اندیشه سیاسی دیگه ما میتونیم سراغ داشته باشیم اینا ما را راهنمایی کنند. و مسئله دیگه را که جناب رویش صاحب کم کم در حاشیه‌اش توضیح دادن، ما دعوت میکنم تیم دکتر صاحب اشرف غنی را، اگر همشان مثل جناب رویش صاحب باور به این داره که یک حکومت دینی حکومت مفید بر جامعه ما نیستند، بیاین ما در یک مناظره رو در رو در مورد جمهوری اسلامی که ما به او باور داریم، چون ما به این باور هستیم که باور سیاسی ما باید ریشه در قرآن داشته باشه. ما حکومتی که دین را نفی کنه او را نمیتونیم قبول کنیم، چون این ملت قبول نمیکنه. همین قانون اساسی را که این ملت ساخته، این قانون اساسی است که هیچ کارش، هیچ عملش در ضدیت با دین ما، با اسلام ما نمیتونه داشته باشد. اگر تیم آقای اشرف غنی مثل جناب رویش صاحب مدعی به این هستند که در حکومت اسلامی، در جمهوری اسلامی که ما به او باور داریم، حقوق بشر نمی باشه، آزادی بیان نمی باشه، عدالت نمی باشه، حقوق شهروندی نمی باشه، حقوق زن نمی باشه، پس همون مکتب سیاسی را که اینا باور دارن بر ما نام بگیرن، آیا سکولار هستن؟ اگر سکولار هستن یا هر مکتب سیاسی دیگه دارن، ما بهتر میدانم که ما در یک مناظره سیاسی دو به دو، دو تیم میاییم در مورد باور سیاسی تیم خود صحبت میکنیم. الا ای که ما یادآور میشم بازم به مردم افغانستان که تیم یک تیم هستن که متاسفانه تیم از گروپایی که گذشته دین ستیزی داشتن. همه مردم افغانستان میفهمند که چی خلقی ها، چی پرچمی ها، اینا تمام کسایی که در این تیم جمع شدن اینا سابقه دین ستیزی داشتن و سالهای سال علیه مردم مجاهد افغانستان جنگیدن و پس از او هم حتی سر واژه پوهنتون دانشگاه اینا مردم به جان هم انداختن. اینا نمیتونن یک تیم دوامدار باشن و کشور دوباره به طرف بحران میبرن و چیز هم نمیتونن در مغایرت با قانون اساسی و دین اسلام انجام بدن. آقای بلوچ‌زاده، خب آقای رویش گفتن که تیم شما حتی به خاطر حکومتداری آماده نیست. شما واقعا به خاطر حکومتداری و گرفتن زمام امور آماده نیستین آنچه که آقای رویش گفت؟ ما اولا به طرف استاد رویش به دید یک روشن فکر میبینم. چیزی را که استاد رویش ازش دفاع میکنه در پرنسپ های درونیشان نیست، به اساس سنجش های معیاری روشن فکری از چیز دفاع میکنن، خودشان آماده دفاعش نیستن. یک بس. بس دوم، بله، به هیچ عنوان آمادگی به خاطر حکومتداری که در او فساد وجود داشته باشه نداره. آماده حکومتداری که در او جنایتکارای جنگی براحت ببینن نیستیم. در حکومتداری که حقوق زنان نقض شوند نیستیم. به حکومتداری که در حقیقت قدرت دوباره پس انتقال بتیم به زورمندان و به مافیا و به افراد اشخاصی که دوباره پس برکه قدرت برسن نیستیم، اما با حکومتداری بهتر آماده هستیم. از هیچ لحاظ تیم دکتر صاحب رویش با تیم ما قابل نمیتونن مقایسه بکنن. با او دلیل است که تلاش میکنن که این مقایسه صورت نگیره. اگر قرار باشه مقایسه صورت بگیره میشه جای بحث داریم به خاطر مقایسه کردن، اما چون وقتی که سنجش میشه معیارها و بالاخره صحبت ها و حرفا سنجش میشه، این قابلیت به این اکتفا میشه که بله، ما آماده حکومتداری بهتر هستیم، آماده حکومتداری هستیم که در کنار مردم خود باشیم و در حقیقت اون رنج ها و درد هایی که مردم افغانستان داشته حداقل در طول 5 سال حکومتداری ما نداشته باشند درمان باشیم، به خاطر درد افراد اشخاصی که در طول 12 سال مشکلات زیاده و ده سر رایشان بود. با اون لحاظ این حکومت حکومت خوبتر خواهد بود و این حکومت حکومت بهتر خواهد بود. اما این که چی دلیل وجود داره که نمیشه این مقایسه صورت بگیره، دلیل درونی است و به هر لحاظ ما تمام تصمیم هایی خواهد بود که در کنار مردم افغانستان خواهیم بود. تعهد را که امروز میتیم به این تعهد، مثل که من صحبت میکنم با می تعهد استاد خواهیم بود، هیچ چیز خلاف از این صحبت نیست. اما یک نکته را میخواهم بگم که
استاد رویش از تیم صحبت میکنه که فرهنگ مافیات امین لازم مور تایید برش گذاشت. فرهنگ مافیات ادامه داره، تضمین شد، این مور تایید برش گذاشته شده. تهدید علیه قانون اساسی که امروز به عنوان دفاع از قانون اساسی ولی فرد این قانون اساسی تهدید میشه، امین لحظه آسیب هایی که نسبت به قانون اساسی ده میشه وجود داره. با اول هاست بازم تاکید میکنم با مردم راست صحبت بکنیم، با مردم چیزی صحبت بکنیم که چیزی که هستیم صحبت بکنیم، تشکر. نه چیزی را بسازیم صحبت کنیم. تشکر. ادامه این بحث پس از یک وقفی کوتاه. به ادامه بحث ما خوش آمدید. آقای رویش، خوب آنچه را که آقای کدامنی گفت از شما سوال کرد که شما از کدام نظام پیروی میکنین و در ضمن شما را متهم به گرده هم آمدن گروه های دین ستیز کرد. آیا واقعا شما گروه های دین ستیز در تیمتان جا دادین؟ ما از همینجا است که میگیم که آینده سیاسی را که آقای کدامنی پیش بینی میکنن یا پیشنهاد میکنن بر ما مقدار بیمناک هست. ما نظامی را ایجاد میکنیم که از دل قانون اساسی افغانستان بیرون شده باشد. این قانون اساسی نظام اسلامی را بر ما شما عرضه میکند. اما وقتی حکومت ایجاد میکنین، حکومت نمیتونه یک برداشت خاص از اسلام یا از دین را بر تمام مردم تطبیق بکند. در تیمی که حالا ما در او عضویت داریم به همون میزان چهره های جهادی و عضویت دارن که آقای سیاف و آقای کهدامنی باید خیلی زحمت بکشن تا که بگن اینا همگیشون کافر هستن و تنها آقای کهدامنی و آقای سیاف مسلمان هست. در رابطه با آقای بلوچزاده یادآوری کنیم، صداقت خوب است، یعنی اساساً بهترین سیاست برای مردم سیاست هست که شفاف و واضح باشد. ما وقتی که با مردم طرف میشیم زبان ما باید زبان شفاف و صریح باشد، عملکرد ما عملکرد شفاف و صریح باشد. ما میگیم ما حکومتی را ایجاد میکنیم که متعلق به تمام مردم افغانستان باشد و شهروندان افغانستان را از چشم مساوی نگاه بکند. به همون خاطر هست که به خود از مرجع حکومت حق نمیتیم که بین شهروندان افغانستان شقه بندی بکنیم، برای از اینا حکم ایجاد بکنیم و بعد بگوییم کی جنایتکار جنگی یا کی غیر جنایتکار جنگی، به خاطر اینکه معتقد هستیم در حکومت ما نظام عدلی و قضایی هست که به این مسائل رسیدگی میکند. و اگر آقای بلوچزاده یکی از کسایی بود که یک دوسیه را ثبت کرد برای علیه کسی دیگر، متعهد هستیم که قضیهشان را مورد بررسی قرار بدیم. آنچه که مهم است از فساد حرف میزنیم. حکومت را که فعلا ما باش سر و کار داریم، متاسفانه کشور ما را در رده نخست کشورهای فاسد جهان قرار داده. در ادبیات سیاسی که آقای بلوچزاده و تیم آقای رسول از او پیروی میکنن، شما حتی یک کلمه حرف را نمیتونین پیدا بکنین که دید منتقدانه نسبت به این نظام فاسد و ناکارآمد با مدیریت سیاسیش داشته باشد. تشکر. وقت ما کم درست، من فقط همین حرف میگم. من احساس میکنم صداقتی نیست که ما ادعا بکنیم، صداقت این است که ما یک بدیل بهتر را برای حکومت داری برای مردم عرضه کنیم که مردم احساس کنن که از مجرای از او بر فساد، بر ناکارگی، بر ضعف مدیریت سیاسی فایق میاد. تشکر. آقای کدامنی، خوب آنچه که آقای رویش گفت که در تیمشان افراد جهادی هم هست که شما حق متهم کردنشان را به کفر ندارید، شما چرا واقعا تیم آقای اشرف غنی احمدزاده به دین ستیزی متهم میکنید با توجه به اینکه گفتن که چه کسان موجود از تیم؟ ببینید بابک صاحب، در تمام حرکت های سیاسی رأس و هسته مرکزی یک تیم مهم است. در رأس و هسته مرکزی تیم ما استاد عبدالرب رسول سیاف، امیر اسماعیل خان و مولای عبدالوهاب عرفان است. و مسئله دیگه را که جناب رویش صاحب یادآور شدن در مورد قرائت خاص، ما باور به این داریم که قرائت سیاسی ما از نظام جمهوری اسلامی پیش ما و قانون اساسی افغانستان یکسان است. هیچگاه ما نمیتونیم یک کار مقدس را توسط افراد نامقدس و از راه های نامقدس بکنیم. ما چطور میتونیم یک جمهوری اسلامی توسط کسایی بسازیم که همسر غیر مسلمان دارند؟ ما چطور میتونیم یک جمهوری اسلامی توسط کسایی بسازیم که دایم الخمر است؟ ما چطور میتونیم جمهوری اسلامی توسط کسایی بسازیم که عصبیت قومی و زبانی دارند؟ ما چطور میتونیم حکومت اسلامی توسط کسایی بسازیم که یک عمر علیه مسلمان ها علیه مجاهدین جنگیدن؟ ما چطور میتونیم جمهوری اسلامی توسط کسایی بسازیم که هنوز طالب برادر ناراضی شد، طالب که میاد هر روز مکتب آتش میزنه، طفل کودک ما را در راه میکشه، ولی پیش از اونها طالب صنف بندی شدگی و در مورد تروریست ها هنوز موضع مشخص ندارن. تشکر آقای بلوچزاده. خوبان چرا که آقای رویش گفتن در بحث فساد و دیگر موارد گفتن که یک مورد دید انتقادی در مورد حکومت کنونی در تیمتان موجود نیست، آیا واقعا شما پای این نظام فعلی میگذارین؟ آنچه که آقای رویش گفت، اولا یک نکته اشاره شد، امیدوار هستیم که بس شوه.
مردمی که عزیزانشون از دست دادن، خواهران و برادرانشون را از دست دادن، بیوه شدن، معلول شدن و در جنگ های داخلی در اثر اختلافات طرف های درگیر آسیب دیدن، باز شما دوباره پس به این دردها و این رنجها رسیدگی نمی کنین و پیام بر از اینا ندارین و نشان نمیتین که ما پیام هستیم بر این دردها، از امیرا رأی گرفته میشه. این افراد چطور اعتماد کنه سر شما؟ ما خب هر حال من یک شهروند هستم که اگر شما در حکومت رسید من اولین ثبت یک قضیه جرمی رو براتون ثبت خواهم کرد، اما مردم افغانستان چطور قناعت داده میشن که این خونهای کریخته شده بعد باز در زمان حکومت شما این جبران میشه؟ یک بس. بس دوم، زمانی که ما میگیم مبارزه میکنیم علیه فساد، یعنی فساد وجود دارد در این حکومت، فساد هست. زمانی که میگیم نه علیه فساد بلکه علیه مفسد هم مبارزه میکنیم، این مفسد هست. زمانی که میگیم مبارزه میکنیم علیه غاصبین زمین، زمانی که میگیم مبارزه میکنیم علیه مجرمین که ما جنایت نکردیم و بالاخره علیه سایر موارد، معنیش حرفی است در صحبت ها. این موارد وجود دارد با توجه به اینکه دستاورد های هم هست. علیه این دستاورد ها را ما حفظ خواهیم کرد و اونها را پیش میبریم، اما این مشکلات را علیهش مبارزه خواهیم کرد. بس ما ایز هیچ وقت این تلاش میشه که گویا اینها تداوم نظام رئیس جمهور کرزه هستند یا حکومت رئیس جمهور کرزه هستند، در حالی که این بحث ها را ما در تمام برنامه ها و در صحبت هایی که خود رئیس جمهور نامزد ریاست جمهوری و معاونش داشته و تا اعضایش داشته، این صحبت ها بر هم افغانستان آشکار است. بسیار تشکر مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه ارگ نوازی امشب و شما هم تشکر که این بحث با ما تا کنون صمیمانه دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.